بنیانگذار گروه تروریستی لشکر تیبه در پاکستان که به طراحی حملات مرگبار بمبئی در سال 2008 میلادی متهم است از حصر خانگی آزاد شد. دادگاهی در پاکستان حافظ محمد سعید بنیانگذار گروه تروریستی لشکر تیبه را که در شهر لاهور در حبس خانگی به سر می‌برد آزاد کرد. قاضی عبدالسمی خان پیش از این با بررسی پرونده حافظ سعید از سران لشکر تیبه و سرکرده گروه جماعت و دعوه حکم آزادی او را در دادگاه لاهور صادر کرده بود. دادگاه قبلا اعلام کرده بود که از 24 نوامبر بازداشت خانگی حافظ سعید به پایان می رسد. آمریکا و هند این مبلغ افراطی پاکستانی را به طراحی حملات مرگبار بمبئی متهم کردند. واشنگتن برای اطلاعاتی که به دستگیری وی منجر شود ده میلیون دلار جایزه تعیین کرده است در حملات بمبئی در سال 2008 میلادی که سه روز به طول انجامید افراد مسلح در چندین نقطه حساس شهر از جمله مراکز تجاری، ایستگاه‌های راهن و هتل‌های بزرگ اقدام به تیراندازی و بمبگذاری کردند که دست کم جان 160 تن را گرفت. حافظ سعید دخالت داشتن در آن حملات را رد می کند. او از ماه جام سال جاری میلادی در حبس خانگی به سر می برد، اما دادگاه استدلال مقامات دولتی را مبنی بر اینکه آزادی وی می تواند امنیت عمومی را به خطر بیندازد رد کرد. گفتنی حافظ سعید رهبر گروهی موسوم به جماعت و دعوه است که گفته می شود یکی از شاخه های گروه تروریستی لشکر تیبه است. آمریکا لشکر تیبه و جماعت و دوه را سازمانهای تروریستی می داند.